سلام، بیایید درس هشتم صنف ابتدایی الستراتور را شروع کنیم. از این و بعد ما با دنبال کردن تصاویر نمونه و ابزارها عادت خواهیم کرد. امروز ما می خواهیم از یک گل عکس بگیریم و آن را با پن تول ردیابی کنیم. بنابراین در ابتدا عکس یک گل را ذخیره کرده و بروید به فایل اوپن و دبل کلیک کنید تا گل را اخراج کنید. برای بزرگ نمایی تصویر آبجکت، لاک، سلیکشن همانطور که قبلا یاد گرفته اید، هنگام استفاده از این حالت این تصویر انتخاب نمی شود. بعد کنترل مثبت دکمه اسپیس آن را به اندازه دلخواه خود بسازید. من این گل را ردیابی می کنم. قبلا به شما گفتم که برای ردیابی چیزی در الستراتور باید از پن تول استفاده کنید. فیل کالر بدنن من رنگ استروک را آبی می کنم. اولین نقطه لنگر را بیان کنید. روی نقطه دوم کلیک کنید و دسته را با شکل برگ گل مطابقت دهید. برای انجام کار با ظرافت بیشتر می توانید بزرگ نمایی کنید. برای حرکت دادن تصویر از نوار فاصله استفاده کنید. اگر می خواهید در استفاده از پین تول مهارت داشته باشید، من به شما توصیه می کنم یک تصویر را پایان قرار دهید و ردیابی آن را بسیار انجام دهید. به این ترتیب شما با استفاده از پین تول عادت خواهید کرد. بنابراین هر زمانی که وقت داشتید ردیابی تصویر را با پن تول تمرین کنید. برای حرکت دادن تصویر از نوار فاصله استفاده کنید. ممکن است کمی خسته کننده باشد، اما با دقت آن را ردیابی کنید. اگر اشتباه کردید وحشت نکنید، اما با فشار دادن کنترل زد مرحله را واگرد کنید. دستگیره را بیرون آورده و فراموش نکنید که نقطه ای را که دارای علامت گوشه تیز است برش دهید.
در غیر این صورت خط آزادانه به هر جایی که قبلا دستگیر را قرار دادیم منتقل خواهد شد. به همین دلیل است که باید بیاد داشته باشیم هر چند وقت یک بار دستگیر را ببریم. فعلا کمی سرعت می گیرم. اگر به پنتول عادت کنید، شما با ردیابی بسیار تیز خواهید شد. اگر دسته را به درستی برش نکنید، نمی توانید جهت مورد نظرتان را تنظیم کنید. بنابراین لطفاً مطمئن شوید که آن را دقیق از وسط ببرید. آیا شما هم دنبال می کنید؟ ما تقریبا همون جا هستیم.
به خاطر که این یک کلاس ابتدایی است، شما نیاز به ردیابی جزئیات کوچک ندارید. فقط تا می توانید انجام دهید. در حال حاضر عادت کردن به آن مهمتر از عالی بودن آن است. خلاص شد. بیایید سفر را کوچک و یا به حد اقل برسانیم. کنترل منفی یادتان هست؟ این خط آبی همان چیزی است که من از تصویر ردیابی کردم. من به فل کالر تغییر می دهم. به این شکل شد. بیایید آن را به کنار حرکت دهیم. اگر قسمت وجود دارد که شما دوست ندارید، از تول اسموت که در پن تول پنهان شده استفاده کنید تا صاف شود. می توانید ببینید که نرم و صاف شده روان است. فعلا ساخت یک گل را به پایان رساندیم. فعلا ما داخل گله ها را ردیابی می کنیم. مثل دفعه قبل بزرگ نمایی کنید. این بار من با خطهای سبز ردیابی می کنم. برای ردیابی تمام قطعات کوچک نیازی به استفاده از دستگیر نیست. بزرگ نمایی کنید و هر بار کم کم ردیابی کنید. من این کار را برای بیان کردن بهتر خطهای پیچیده در داخل گله ها انجام می دهم. شما هم باید آن را امتحان کنید. من به شما گفتم نقاط شروع و پایان باید دقیقاً مطابقت داشته باشند تا یک شکل به پایان برسد. وقتی به نقطه شروع نزدیکتر می شوید، یک دایره ظاهر می شود. فقط وقتی این حالت ظاهر می شود که یک شکل کامل باشد، بنابراین دایره را بررسی کنید. کنترل منفی را برای کوچک کردن آن استفاده کنید. آیا می توانید ببینید مسیرها و راه‌های زیاد وجود دارد؟ بیایید به فل کالر تبدیل شویم و بیایید مسیرهای داخل گله ها را به اینجا انتقال دهیم. بنابراین ما شکل گل را این گونه ردیابی کردیم. فعلا ما به آنچه ردیابی کردیم رنگ اضافه خواهیم کرد. خب، بیایید در ابتدا رنگ برگ گل ها را تغییر دهیم. می توانید بر روی فل کالر دوبار کلیک کرده و رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.
یا switches switch library را باز کنید. همچنین می توانید پس از خارج کردن رنگ ها یک رنگ مورد نظرتان را انتخاب کنید. من قصد دارم گاردن را انتخاب کنم. این شامل رنگ هایی است که با سبز و گل های باغ ارتباط دارد. می توانید از رنگ ها در اینجا انتخاب کنید. و اجازه دهید رنگ را برای استیمنت یعنی داخل گل ها تغییر دهیم. من فکر می کنم استفاده کردن یکی از رنگ های گاردن یعنی باغچه بسیار خوب خواهد بود. خب، وقتی چند خط را شکل می دهیم، ظاهر آن متفاوت خواهد بود. چگونه به نظر می رسد؟ با داشتن خط و نداشتن خط یک فرق وجود دارد. همچنین ضخامت خط ها نیز بر روی نقاشی تأثیر می گذارد. من قصد دارم از نازکترین خط استفاده کنم و اجازه دهید به استیمنتس ها نیز یک خط اضافه کنیم. همان طوری که میبینید بستگی به این که کدام خط داریم یا نه حس متفاوت به آنها میدهیم. فعلا سعی میکنیم یک درجه بندی را روی برگ های گل اعمال کنیم. در ابتدا روی دکمه ای که در وسط آن نوشته شده است گاردند کلیک کنید. سپس حالت رادیال را انتخاب کنید، نه لینیر را برای نو. گاردن سپس تبدیل به یک درجه بندی دورانی می شود. سپس از نمونه گاردن سویچز که بیرون آورده ایم یک رنگ پایه برای گلبرگ ها بریزید. و همچنان رنگ تیره برای استفاده به عنوان یک رنگ نقطه ای. اگر الماس را در وسط تنظیم کنید، می توانید درجه بندی را تغییر دهیم. و برعکس، اگر یک رنگ تیره داخل آن قرار دهید و یک رنگ روشن را بیرون کنید، می توانید حس متفاوت به آن بدهید. من فکر می کنم خوب است که روش‌های مختلف را تمرین کنیم. اما ممکن است بخواهیم رنگ را از تصویر انتخاب کنیم. پس باید چه کار کنیم؟ سپس می توانیم از هایدراپر تول در تول باکس استفاده کنیم. اگر با استفاده از این ابزار روی هر جای تصویر کلیک کنید، فیل کالر رنگ را از تصویر می گیرد. به این ترتیب می توانیم تقریبا آن رنگ اصلی تصویر را استخراج و استفاده کنیم. بیایید امتحان کنیم. اول رنگ گلبرگ ها،
من گلابی روشن استخراج کردم. روی این رنگ کلیک کنید و آن را به سویچز بیاورید. بعدن با استفاده از هایدراپر تو یک رنگ نقطه استخراج کنید. دوباره روی رنگ کلیک کنید و آن را بیاورید تا به سویچز اضافه شود. فعلا رنگ استیمن را استخراج کنید. می توانید این کار را انجام دهید تا زمانی که رنگ مورد نظر خود را به دست آورید. آن را به سویچز اضافه کنید. من خودم پلیت رنگ را از رنگ هایی که از تصویر استخراج کردم ساختم. فعلا قسمت پس زمینه گل را فعال کنید. رنگ های استخراج شده را در سطح پینت در گزینه های گاردن بریزید. آن را به اطراف حرکت دهید و ببینید که چگونه به نظر می رسد و همچنین می توانید با استفاده از جهت گاردند از گاردند تول باکس یک گریدیشن یعنی درجه بندی مانند این بدهیم. شما نیز باید این را امتحان کنید. چندین روش ها را امتحان کنید و ببینید چه باعث زیبایی آن می شود. فعلا بیایید کیفیت بافت روی گلبرگ ها را کمی بیشتر بیان کنیم. این بار ما از برس برای بیان کردن بافت گلبرگ استفاده می کنیم. با استفاده از هایدراپر تو رنگ را که بیشتر از همه دوست دارید از تصویر استخراج کنید و آن را به سویچز اضافه کنید. ابزار برس یعنی برش تول را انتخاب کنید و نمونه برس را بیرون بیاورید. نمونه های برس در Open Brush Library وجود دارد. در میان گزینه ها من Special یعنی خاص را استخراج خواهم کرد. اگر شکلهایی که دوست دارید وجود ندارد، گزینه دیگری را انتخاب کنید. خوشنویسی اگر یکی از موارد مورد علاقه خود را در اینجا هم پیدا نکردید، مورد دیگر را امتحان کنید. من استاندارد را بیرون می آورم. یک تیر است آنجا. بیایید گزینه دیگر را امتحان کنیم. نمونه های آبرنگ چطور؟ این برس مانند یک رنگ آب به نظر می رسد. بیایید به چند نمونه دیگر نگاه کنیم.
این بار برس را بیرون آوردم. من می خواهم از این برس برای بیان کیفیت استفاده کنم. زیرا مناسب ترین به نظر می رسد. من یک خط را با استفاده از برس ساختم. این خیلی ضخیم است نه؟ به استروک بروید و آن را به نازکترین تغییر دهید. این بار بیایید سعی کنیم از یک برس متفاوت استفاده کنیم. به گزینه ها نگاه کنید و بهترین برس را برای بیان کردن آن انتخاب کنید. یک چیزی که هنگام استفاده از برس باید به آن دقت کنید این است که رنگ استروک باید روی خطا اعمال شود. شما به فل کالر نیاز ندارید. ما برای استفاده از برس با استروک کالر نیاز داریم. اما به خاطر که این یک صنف ابتدایی هست، به جای اینکه زیاد به جزئیات بپردازید، روی عادت کردن به ابزار تمرکز کنید و تمرین کنید. لازم نیست که مانند تصویر باشد. اگر کارتان خلاص شد، چند خط را انتخاب کنید. اگر کلید شفت را فشار دهید، می توانید خطای اضافی را انتخاب کنید. بگذارید ضخامت استروک را کمی بیشتر تنظیم کنیم. نازکتر کردم. سپس کنترل منفی برای به حداقل رساندن صفحه نمایش فعلا در ترانسپرنسی کنار استروک اوپاسیتی یعنی تیرگی را کمی تنظیم کنید.
صد یعنی تیره هست. هر چه عدد کوچکتر باشد رنگ زیر شفافتر خواهد بود. بیایید آن را 90 کنیم. 90 تنظیم شده است. اما تفاوت زیادی وجود ندارد. خوب است ضمن ایجاد چندین بار بررسی مقدار تغییرات را اعمال کنید. فعلا بیایید خطها را که رسم کردیم برای بیان کیفیت روی گلبرگ ها انتخاب کنیم و مقدار را یک بار دیگر کم کنید. بیایید آن را 60 کنیم. میبینید که کمی طبیعی تر شده است. فعلا بیایید استیمن ها را نگاه کنیم. خط های استیمن را پاک کنید. و در حالی که فعال هست روی آن کلیک راست کنید. Arrange بعد از آن Bring to Front سپس استیمن ها را در مکانی که می خواهید قرار دهید. من فکر می کنم اگر به آن بود و یا ابعاد ببخشیم زیباتر خواهد شد. با استفاده از برس بیایید کیفیت ها را بیان کنیم. از هایدراپر تول برای استخراج رنگ تیره تر از استیمنز یعنی داخل گلهای موجود در تصویر استفاده کنید. سپس آن را بکشید و به پلیت سویچز اضافه کنید. مجدداً کمی تیره تر از آن استخراج کرده و آن را بکشید تا به پلیت سویچز اضافه شود. گزینه سوم، الپس تول را از ابزار رکتنگل که آخرین بار یاد گرفتیم انتخاب کنید. سپس کنترل مثبت برای بزرگ نمایی. بعد دایره ها را بکشید. لازم نیست که یک دایره کامل باشد. می توانید آن را خودتان بکشید یا یکی را که از قبل آنجا هست را انتخاب کنید. و با فشار دادن Alt آن را کپی کنید. چندین روش را امتحان کنید. خوب به نظر می رسد اگر شکل‌های مختلفی از دایره می بود. به جای این که دایره‌های زیادی با اشکال یکسان وجود داشته باشد. از کلید Alt استفاده کنید تا هر قدری که می خواهید کپی کنید. اما دایره های زیاد باعث وحشتناک نشان دادن آن می شود. بنابراین فقط مقدار مناسب را بسازید. کلید شفت را انتخاب کنید تا اشکال مورد علاقه خود را انتخاب کنید. وقتی کلید شفت را فشار می دهیم می توانیم اشیا یعنی آبجکت اضافی را انتخاب کنیم.
از بین رنگ‌هایی که استخراج کردیم کمی قهوه‌ای روشن انتخاب کنید. فعلا فل کالر را به استرو کالر بکشید. سپس خواهید دید که خطای مال شده است. کلیک کنید روی نازکترین نقطه از پنجره ی آپشن که 0.25 هست. از بین این نمونه های برس قصد دارم از درای برش تول استفاده کنم. ورخطا نشوید. فقط مقدار را کم کنید. من 0.15 می گذارم. با این کار می توانیم قسمت خارجی شکل را با خطهای برش یعنی برس اعمال کنیم. بیایید بزرگ نمایی کنیم. این شکل در کنار آن دارای استروک کالرز است و به خاطر که این با برس اعمال شده است، بنابراین اثر برس نیز اعمال شده است. کلید شفت را فشار دهید تا بقیه شکل ها انتخاب شود. فل کالر را به استروک کالر بکشید و آن را کپی کنید. برس مورد نظر خود را انتخاب کنید و آن را تنظیم کنید. این بار من آن را به 0.1 می کنم. اگر صفحه را کوچکتر کنید می بینید که کار ما تقریبا خلاص شده است. این بار شکل گل را ردیابی کردیم. دفعه بعدی قسمت های بالای ساقه و برگ ها را با هم ردیابی می کنیم. تشکر.